چرا خلیل یوسفی از ابرستاره اخراج شد و حقیقت اصلی اخراج وی چیست؟ مردم چرا خواهان اخراج او از برنامه بودند؟ حمله خلیل یوسفی و جمال مبارز با ترموز چای بالای فهیم فنا در این اتفاق چه نقشی دارد؟ آیا دوزی‌های خلیل یوسفی و افشاگری‌های تازه علیه او باعث اخراج وی از ابرستاره شد؟ بینندگان عزیز سلام، به تماشای این ویدیوی جالب از تاپ سیکرت خوش آمدید. برای دانستن موضوعات جالب در رابطه با اخراج خلیل یوسفی از ابرستاره تا پایان با ما همراه باشید و فراموش نکنید برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را نیز سابسکرایب کنید. پس از تنش‌های زیادی که در این اواخر در برنامه ابرستاره تلویزیون طلوع به وجود آمد که همه شما عزیزان در جریان هستید، فهیم فنا برنامه را به خاص خودش ترک کرد و اما این بار خلیل یوسفی از برنامه اخراج شد. خلیل یوسفی در فیسبوکش از تفرقه افکنی و نژاد پرستی حکایت کرده و چنین نگاشته است: سلام و درود بی پایان به تک تک شما عزیزان که اگر شما نمی بودید، خلیل یوسفی هم نمی بود. از یک هفته به این طرف در دنیای مجازی جنجالی برپا شد که خیلی ها به هیچ ارزشی رحم نکرد و آبروی همه را به خاطر چند فالوور و بعد از آن هم کسب درآمد بردند. حتی با آن کسی که همه طرفدارش بودند، در زندگی خصوصی او سرک کشیدند و آبروی او را هم به باد دادند. خب چه میشه کرد؟ گویا همه چیز دست به دست هم داده بود تا تمام ارزش‌های چند هنرمند به باد برود و حتی در این جریان بزرگان موسیقی افغانستان دست به دست هم دادند و به این جریانات کمک کردند تا با دامن زدن به این آتش سعی کنند از خود خودی نشان بدهند. واقعیت این است که من خیلی به نوشته های منفی توجه نمی کنم و خیلی هم به فکر ماندن در این برنامه نیستم، چون این برنامه یک فرصت دوباره برای پایان چند سال سکوت بود، ولی به شما قول می دهم قوی تر ادامه خواهم داد. امید که با حذف شدن من از برنامه خوب ابرستاره تمام مشکلات نژاد پرستی، قوم پرستی، زن ستیزی، عقده های شخصی افغانستان از بین برود و همه خوش و خوشحال در کنار هم زندگی کنند. خلیل یوسفی. قسمی که شما عزیزان هم می دانید، چند قبل درگیری لفظی میان فهیم فنا و آریانا سعید رخ داد که در جریان آن حرف‌هایی از پشت پرده برنامه ابرستاره و ماجرای شکیلا و فهیم فنا نیز افشا شد. از جمله اینکه شب هنگام جمال مبارز و خلیل یوسفی با حالت بیخود با ترموز چایی که در دست داشته اند بالای فهیم فنا حمله کردند و اما فهیم فنا از این حمله جان به سلامت بردند، که بسیاری ها این عمل را یک طرحی از سوی آریانا سعید برای تهدید فهیم فنا تلقی کردند و گفتند آریانا می خواهد به هر قیمتی که شده فهیم را از برنامه بیرون کند، که بالاخره هم فهیم برنامه ابرستاره را ترک کرد. چند قبل هم در یک برنامه که فهیم فنا، جمال مبارز و خلیل یوسفی با گردانندگی نادیه نایاب حضور داشتند، فهیم گفت من می توانم به هر سبک بخوانم و حتی می توانم رپ نیز بخوانم. در همانجا خلیل خطاب به فهیم گفت متوجه باش چه میگی. این حرفی که تو میگی مسئولیت زیادی دارد، که تعدادی از کاربران صفحات مجازی منشأ جنجال و درگیری های فهیم فنا و جمال مبارز را همان حرف خلیل یوسفی می دانند و فکر می کنند خلیل تفرقه افکنی کرد و کاری کرد که جمال مبارز و فهیم فنا علیه هم شوند.
و اما افشاگری های تازه علیه خلیل یوسفی صورت گرفته که گویا خلیل با بهانه های زیادی در زمینه یک کمپوز و ارنج آهنگ های هنرمندان تازه کار از آنان پول گرفته و هیچ وقت هم به آنان کمپوز و یا هم آهنگی نداده، که در تازه ترین مورد مصطفی هنرجو یکی از هنرمندان تازه کار کشور از وی شکایت کرده و گفته او بار بار به بهانه های مختلفی چون ارنج و کمپوز آهنگ از من پول گرفته ولی هیچ کاری برای من نکرده. او حتی آهنگی را که دو بار به قیمت $500 و کسانی که در خارج فروخته به من به قیمت $300 فروخت. آهنگ خوبی نبود اما من چون پولم از دست رفته بود قبول کردم. تعداد دیگر نیز شکایت کردند که خلیل پولهایشان را گرفته و اما وقت آنان ازشان کار خواستند آنها را بلاک کرده. برای همین تعدادی از آنان دست به افشاگری زدند. از جمله آنان فردی به اسم ساحل نیز از خلیل جدن شکایت کرده و گفته او پولهایم را به بهانه های مختلف از من گرفت اما کاری برایم نکرد. نظر به این افشاگری ها، تعدادی از هموطنان ما به این فکر می کنند که خلیل یوسفی می دانست که در این هفته رأی نمی آورد. مردم هم به خاطر تفرقه افکنی های او خواستار اخراج او از برنامه ابر ستاره شدند. و بالاخره او با نوشتن یک متن در آدرس مجازیش از برنامه بیرون شد. اما در متنش او از واقعیت‌هایی حکایت کرده است که از جمله میتوان با تفرقه افکنی بین هنرمندان و بزرگان موسیقی افغانستان اشاره کرد. او در پایان متنش گفته امیدوارم با بیرون شدن من از برنامه تفرقه افکنی و نژاد پرستی و همین طور زن ستیزی از بین برود. از این گفته ها چنین برمی آید که در برنامه ابر ستاره نژاد پرستی و زن ستیزی زیاد است و خلیل از این موضوعات گلایه دارد. به هر حال با کنار رفتن فهیم فنا از برنامه و همینطور اخراج خلیل یوسفی، مدیریت این برنامه کاملا به هم ریخت و علاقمندان این برنامه هم به شدت کم شدند. حالا جمال مبارز مانده و منصور که معلوم نیست از میان آنها کی ابر ستاره می شود. در جریان این تنش ها از جمله آریانا سعید نیز هوادارانش خیلی کم شد و باعث شد آن محبوبیتی که قبلا داشت از بین برود و با عنوان یک زن دسیسه‌گر و یک هنرمندی که پابند ارزش های هنر موسیقی نیست در میان مردم معرفی شود. بینندگان عزیز، شما نیز نظریات خود را در این باره در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید که آیا اخلاق خلیل یوسفی درست بوده است یا خیر؟ ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کرده و علامه زنگ را نیز فعال کنید. تا ویدیوی دیگر، وقتتان خوش.